احسان جون. همین رضا جان برای تو یک هدیه آورده. نه بابا. والله. آره. من فکر کنم حدس چیه؟ فکر می‌کنی برای چی آورده باشه که؟ بزن جان من حدس بزن. والله خیلی کفش. چرا؟ نمیدونم خیلی کفش دوست دارم. نمیدونستم وگرنه برات کفش میگرفتم. ولی نه. آخه کفش رو نمیشه واقعا برای کسی گرفت. این پا باید تو کفش راحت باشه. به کسی نمیتونی بگی چرا چرا. یه روز اگر فرصت کردی. یه کاری کردم. یه صبح بلند شدم دیدم تیر بارونم کرده بازن. گفتم این چه کار چقدر استرس داره. ما یه کاری که الان تموم میشه کار دیگه. بعدش گفتم جان همین شماره پا چنده؟ شماره پا چند؟ امریکا بود. گفتم چطور گو یه روز اومدی خونه گفتی همین چقدر کفشت قشنگه عزیزم. حالا یه کلارکی گرفته همین امشب هم میخوام برم تعویلش بگیرم. به به به. خب پس خدا رو شکر اگر فرصت داشتی یه زمانی وقت بذار با هم بریم خونه احسان. حتما خب. با کمال میل. یه خونه دلچسب قدیمی عجیب غریب با افتخار آقا. کوچیکتم. بعد تو رزومه این که اومین بیسیم به شرطی که بهم آش بوشهری بدی. یه چیزایی دارم که اصلا نبود آش نمیشه. میخوام اینو بگم آش بوشهری شاب به محض این که میرسی اونجا در حد مرگ میتونی بخوری انقدر خوشمزه. احسان میره منقل رو از بیرون میاره با زغال چایی درست میکنه. خب یارم راحت اصلا طبیعت مطلقه. خونم بود چادر میده چادر عشایر. من این سری که رفتم دیدم که خب مثلا کتری و فلان و اینا کتریشو میذاره گفتم یه چیزی بگیرم که یه یادگارم از من باشه برای این عشق به طبیعت. این آره؟ سعیم این بوده یا امام خیلی بزنیم این یه قوجه جور قوریه. بله این کتریه زغالیه با دو تا فنجون که گفتم فقط خودم و خودش بیشتر گفتم نیاره. چه فنجوناش هم نشون بده. بله اینم فنجوناشه که عجیب غریبه و عجب چیز کره‌ایه توش. بله آقا شباب یه چیزی بگم از ایناست که قشنگ میتونی زغال طور هم استفاده کنی. یعنی توی بله، زغال بریزی بله زغالیه بده. آره زغالی هست. زغال تو خودش هم رو منقل هم هر چقدر جاله زغالی کلا خیلی باری کلا قربونه سلیقه‌ای. آفرین آفرین. خب پس ما این همه بریز به پاش اصلا خب ما رو تو بذارین الان دیگه تندیس هم رفیق به چش نمیادش.